قانون اوم. ببینید بچه ها، ساده ترین مداری که ما در مدارهای الکتریکی داریم، مداری که شامل یک مصرف کننده، یک تولید کننده، یک سیم رابط که اینها رو به هم وصل کنه و یک کلید قطع و وصل. ما میخواییم ببینیم در مدارهای الکتریکی به خصوص مدارهای ساده چه قوانینی وجود داره، اجزای اصلی مدار کدوم هستند، کدوم ها اجزای اصلی محسوب نمیشن، یعنی بود و نبودشون تأثیر نداره، وسایل اندازه‌گیری رو چجوری در مدار قرار میدن. ما تو این بخش میخوایم این مبحث ساده رو با هم دیگه کار کنیم و مرور کنیم. دقت کنید، اگر من یه مصرف کننده و یک به عنوان یه مصرف کننده یه لامپ رو انتخاب کنم، یه باتری رو هم در نظر بگیرم و بیام این رو با سیم به هم دیگه وصلش کنم، یه مدار درست میکنم. میگه پس کلیدش کو. ببینید بچه‌ها، منظور از کلید قطع و وصل این کلید پریزایی که تو ساختمون میبینید ممکنه نباشه. آخرین نقطه مدار که رو هم دیگه قرار میگیره میشه کلید. این مدار برقرار میشه و لامپ روشن میشه. پس چه بخوایم چه نخوایم این مدار کلید داره. مثلا همون لحظه آخری که سیم ها رو وصل کردیم به باتری و لامپ روشن شد، همون نقطه برای ما کلید الکتریکی محسوب میشه. این وسیله یک مدار ساده است که جریانی در داخل مدار برقرار میشه. خب حالا ما برای اندازه‌گیری جریان و برای اندازه‌گیری اختلاف پتانسیل نیاز به سری وسایل داریم. اون وسایل رو بهش میگن وسایل اندازه‌گیری. برای اندازه‌گیری شدت جریان از آمپرسنج استفاده می‌کنیم. آمپرسنج ها وسایلی هستند که در داخل مدار به صورت سری قرار می‌گیرن. حالا فرقی هم نمی‌کنه قبل از مصرف کننده قرار بدیم یا بعد از مصرف کننده، هیچ تفاوتی نمی‌کنه. این آمپرسنج ها جریان مدار رو نشون میدن، شدت جریان مدار رو نشون میدن. یادمون باشه بچه‌ها، چون به صورت سری در مدار قرار گرفتن و وسایل اندازه‌گیری نباید روی مدار تأثیر منفی داشته باشه، نور لامپ رو تغییر بده، به همین خاطر مقاومت الکتریکی بسیار بسیار کمی دارن. به صورتی که در حالت ایدئال ما میتونیم مقاومت درونی اونها رو صفر در نظر بگیریم. ولت سنج ها وسایلی هستن که به صورت موازی در مدار قرار میگیرن و دارای مقاومت الکتریکی بسیار زیادی هستند. چرا که وقتی جریان به این دو راهی میرسه، جریان وارد ولت سنج نشه، یعنی روی نور لامپ تاثیر نذاره. پس بچه ها، ولت سنج ها اختلاف پتانسیل مدار رو در نظر میگیرن، اندازه گیری میکنن و به صورت موازی تو مدار قرار میگیرن. آمپر سنج ها جریان مدار اندازه گیری میگیرن و به صورت سری در مدار قرار میگیرن. من یه سوالی رو سر کلاس از بچه‌ها پرسیدم، گفتم بچه‌ها اگه کلید رو باز کنیم جریان برقرار بشه، جریان از قطب مثبت میاد لامپ رو روشن می‌کنه میاد تو قطب منفی، عددی که آمپرسنج شماره 1 نشون میده با عددی که آمپرسنج شماره 2 نشون میده چه فرقی با هم دارن؟ متاسفانه یه تعداد از دانش آموزا گفتن این عدد بیشتری رو نشون میده. این معنیش میدونین چی؟ یعنی جریان وقتی اومد در داخل لامپ مصرف شد، جریان مصرف شد. نه، جریان مصرف نمیشه. شما معنی جریان رو میدونید. جریان یعنی مقدار باری که در واحد زمان از یه مقطع عبور میکنه. بارهای الکتریکی پایستن به وجود نمیان، از بین نمیرن، مصرف نمیشن، فقط جابجا میشن. یعنی مقدار باری که وارد لام میشه با مقدار باری که خارج میشه فرقی با هم ندارن. آمپرسنج های ما هم مقدار بارها رو در واحد زمان اندازه‌گیری میکنن، یعنی جریان رو اندازه‌گیری میکنن، یعنی جریان قبل از مصرف کننده با بعد از مصرف کننده فرقی با هم نداره. من اصطلاحا میگم بچه‌ها، بارهای الکتریکی حمالن. یعنی چی؟ یعنی میان داخل باتری انرژی رو میگیرن، رو کولشون حرکت میکنن. گذرگاه اول آمپرسنج شماره 1 میشموره اینها رو، 10 نفر رد شدن، میان داخل لام انرژی رو خالی میکنن، لام روشن میشه، از اون طرف عبور میکنن، بارها رد شدن، وقتی رسیدن به خروجی به آمپرسنج دوم، به گذرگاه دوم، باز میشموره میگه آقا 10 نفر اومده بود، 10 نفرم رد شد رفت، پس همه عبور کردن، دیگه به بارشون کاری نداره. یعنی براش مهم نیست چقدر انرژی از دست دادن، تعداد بارها رو اندازه‌گیری میکنه در واحد زمان. پس یادتون باشه بچه‌ها، در داخل یک مدار بسته اگر انشعابی وجود نداشته باشه، جریان قبل و بعد با هم فرقی ندارن. اصطلاحا میگیم در یک مدار تک حلقه جریان ثابته. طبق کدوم قانون؟ کاملا درسته، قانون پایستگی بار الکتریکی. ولت سنج هم که به صورت موازی در مدار قرار میگیرن، اصلا جریان ازشون عبور نمیکنه یا خیلی جزئی. در واقع وظیفه شون هم اندازه‌گیری چیه؟ اختلاف پتانسیل مدار هست. خب حالا اگر من بیام یه مدار اینجوری طراحی کنم، عددی که ولت سنج نشون میده رو با آمپرسنج تقسیم کنم،
یه عددی به من میده، یعنی V رو به I تقسیم کنم، بعد باتری رو عوض میکنم، یه باتری جدید میذارم، هم ولت سنج تغییر میکنه هم آمپر سنج. ولی ما متوجه شدیم که اختلاف پتانسیل به شدت جریان تغییر نمیکنه، یعنی در حالت جدید اگر عدد V رو به I تقسیم کنی باز همون عدد قبلی میشه. به عبارت ساده تر، نسبت V به I همواره یک مقدار ثابته. این مقدار ثابت رو اصطلاحا بهش میگه مقاومت الکتریکی لامپ، و این قانون رو بهش میگن قانون اوم. پس بچه ها، R یا مقاومت الکتریکی میشه V بر روی I، که البته واحدش کاملا مشخصه، ولت بر آمپر، که ما اصطلاحا بهش میگیم اوم. پس بچه ها الان یاد گرفتیم قانون اوم چی میگه. میگه نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان از داخل یک رسانه همواره یک مقدار ثابته. این مقدار ثابت رو اصطلاحا هم بهش میگیم مقاومت الکتریکی رسانه، و این قانون رو بهش میگیم قانون اوم. بهتره که این قانون رو با هم یه بار بخونیم. نسبت اختلاف پتانسیل به شدت جریان عبوری از یک رسانه همواره یک مقدار ثابت است، که به این مقدار ثابت مقاومت الکتریکی آن رسانه میگوییم. آن را با آر نشان داده و واحد آن ولت بر آمپر یا اوهم است. پس یادمون باشه بچه، برای اندازه‌گیری مقاومت یک رسانه میتونیم از قانون اوهم پیروی کنه استفاده کنیم. فرمولش هم هست V بر روی I، یا یه طرف هم وسط این کنیم V برابر با R I خواهد شد. برای مثال در مدار مقابل چند اشتباه وجود دارد، آن را اصلاح کنید. خب نگاه کنید مدار رو، من چند ثانیه بهتون وقت میدم. یه مقاومت الکتریکی، ولت سنج، آمپر سنج. آها بچه، آمپر سنج در داخل مدار چجوری باید قرار میگرفت؟ آفرین، به صورت سری. الان کجاست؟ موازی. پس اولین اشتباه رو فهمیدیم، این از اینجا باید پاک بشه. آمپر سنج به صورت سری در مدار قرار میگیرد، پس میایم اصلاحش میکنیم، میذاریمش جای این ولت سنج دیگه. چی؟ خود ولت سنج. ورسن چرا سری تو مدار قرار گرفته؟ ورسن باید موازی قرار بگیره، یعنی جای این دوتا باید عوض شه. پس نکته دوم اینه، ورسنج ما باید به صورت موازی در مدار، پس این اصلاحیه اونه، باید برش گردونیم سر جای خودش. جریان رو نگاه کنید، مگه ما قرارداد نکرده بودیم جریان از قطب مثبت باتری به طرف قطب منفی باشه؟ الان جریان رو برعکس کشیده، پس این هم باید اصلاح بشه. پس جریان در داخل مدار از قطب مثبت باتری خارج به منفی وارد می شود، یعنی جریان در داخل این مدار باید پاد ساعت گرد باشه، خلاف جهت عقربه های ساعت. یکی از سوالات امتحان نهایی بوده، به نظر من سوال جالبی بود، طرحش طرح قشنگی هستش. بریم سوال بعدی. نمودار آی بر حسب وی را برای یک رسانه اوهمی رسم کنید. خب اینجا ممکنه سوال پیش بیاد برای دانش آموز من، آقای شابدین منظور از رسانه اوهمی چی بود اینجا؟ من تو قبلم گفتم ها، رسانه‌ای رو اوهمی میگیم که از قانون اوهم پیروی کنه، یعنی فرمول وی مساویس با آی آر در موردش صدق کنه. اما بچه‌ها ما یه محدودیت مفاهیم فیزیکی هم در رسم نمودارها داریم که بهتر دانش آموز اون رو بلد باشه. من به عنوان یادآوری از ریاضی میخوام یه نکته رو بهتون بگم. بچه شما تصور کنید یه نمودار X بر حسب Y دارید که خط صافه، یه زاویه هم با افق ساخته آلفا. خب همه شما میدونید که این معادل خطش به صورت AX میشه و شیب این خط دقیقاً A هست، یعنی تانژانت این زاویه رو حساب کنید عددی که بهتون میده میشه A، پس بگیم شیب خطمون میشه A. حالا از نظر ریاضی شما اگر بخواید این رو مورد تجزیه و تحلیل قرار بدید، ما بهش میگیم x متغیر و y تابع. خب این تو فیزیک یعنی چی؟ وقتی شما میگید y تابعی از x، توی فیزیک معناش اینه اول باید x تغییر کنه، به تبعیت از اون y تغییر کنه. این تو ریاضی مشکلی نداره، الان x میشه متغیر، y میشه تابع. اگه برعکسش کنیم، یعنی نمودار رو بیایم بر حسب x و y بنویسیم، خب الان تابع خط رو بنویسید، ایکس شما میشه 1 اوم ضرب در ایگرک. خب الان تانژانت این رو حساب کنید، تانژانتتون میشه 1 اوم، یعنی شیب خطتون برابر میشه با 1 اوم. ولی یه سوال برای من پیش میاد، اون چیه؟ اینجا ایکس میشه تابع، ایگرک میشه متغیر، یعنی وقتی ایگرک تغییر میکنه ایکس با شیب 1 اوم تغییر خواهد کرد. نظر ریاضیش مشکلی نداره، اما آیا در فیزیک هم ما مجازیم هر وقت دلمون خواست جاشونو عوض کنیم؟ دقت کنید، من می‌نویسم V مساویس با R I. R که یه عدد ثابته، طبق این معادله I میشه متغیر، V میشه اختلاف پتانسیل. خب برگردید به اون نموداری که الان ما کار کرده بودیم، معادله که نوشته بودیم، به اون شکلی که توی مسئله داشتیم. من برای اینکه جریان مدار تغییر کنه، آمپرسنج عدد جدید رو نشون بده، باید باتری رو عوض کنم، یعنی من باید V رو تغییر بدم تا I تغییر کنه.
یعنی چی؟ یعنی آی تابع ویه، وی تابع آی نیست. تو نمیتونی آی رو تغییر بدی. چه جوری؟ شما بگو. تا باتری رو عوض نکنی مگه میشه وی تغییر، جریان تغییر کنه؟ اول باید باتری عوض شه، وی تغییر کنه، به تبعیت از اون آی تغییر کنه. یعنی چی؟ یعنی شما هیچ وقت توی فیزیک حق نداره نمودار وی بر حسب آی رو رسم کنی، بلکه برعکس باید آی رو بنویسی یک آروم وی، بعد بیای نمودار رو بکشی، نمودار خط صاف میشه و شیب خطتون میشه یک آروم. برید کتابا رو نگاه کنید، حتی یک نمونه هم پیدا نمی کنید که نمودار وی بر حسب آی رو برای رسانه اهمی کشیده باشن. ممکنه مباحث دیگه چیز دیگه رو کشیده باشن، ولی برای رسانه اهمی نمیتونه باشه. چرا؟ چون در رسانه‌های اهمی برای اینکه جریان عبوری از رسانه تغییر کنه، اول باید اختلاف پتانسیل رو دو سرش تغییر کنه. غیر از این امکان پذیر نیست. پس بچه‌ها، شیب این نمودارمون هم میشه یک آروم. پس از الان به بعد در رسانه‌های اهمی آی بر حسب وی رو فقط میتونیم رسم کنیم. شیب این نمودارمون هم عکس مقاومت الکتریکی خواهد شد. پس این شد جواب سوالمون که یک بار سوال امتحان نهایی بوده، ولی از مفهومش تو سوالا زیاد استفاده کردن. میخواید ببینید چند نمونش رو با هم بریم؟ اولیش مثال: در شکل زیر کدام رسانه اهمی نیست و مقاومت رسانه‌های اهمی را با هم مقایسه کنید. همین شکل رو نگاه کنید. من شکل رو بیارم. A و B و C رو داریم. در رسانه‌های اهمی شیب خط یک آرومه. آروم که یه عدد ثابته. پس یک آروم یه عدد ثابته. یعنی شیب باید ثابت باشه. شما بدون فکر کردن میتونید بگید C یک رسانه غیر اهمیه. چرا رسانه‌ای غیر اهمی هستش؟ به خاطر اینکه نمودارت منحنی شد. پس من راجع به این نموداره دیگه بحثی ندارم. الان رسانه‌ای اهمی من آ شد و بی. حالا من میخوام رسانه‌های اهمی مقاومتشون رو با هم مقایسه کنم. بچه‌ها اگر نگاه کنید، این با افق یه زاویه ساخته. دومی هم که بی باشه با افق یه زاویه ساخته. اونم که غیر اهمی بود رفت کنار. ما فعلا کاری بهش نداریم. حالا از شما سوال می‌کنم. تانژانت زاویه ها رو اگر من بنویسم، تانژانت آلفای بی و تانژانت آلفای آ کدومشون بزرگتر هست؟ بگید. آفرین. تانژانت زوایایی که به 90 نزدیکتره. یعنی تانژانت آلفای بی از تانژانت آلفای آ بزرگتره. خب بنویسیم تانژانت، بخوانیم. بله، یک بر روی آر. مگه نگفتیم شیبش برابر با عکس مقاومت الکتریکی هست؟ پس تانژانت آلفا یک آروم باشه. اینجا من میتونم خیلی راحت بنویسم یک روی آر بی بزرگتر از یک روی آر آ. یه طرف این وسط این کنید، آر آ از آر بی بزرگتر هست. یعنی مقاومت الکتریکی آ از مقاومت الکتریکی بی بیشتره. البته اگر این تست کنکور بود، من میتونستم بدون حل جوابشو بگم. چه جوری؟ یا حداقل برای امتحان نهایی برای تست کردن جوابمون مفید باشه. کدوم راه حل؟ این راه حل که از الان به بعد در رسانه‌های اهمی هر نموداری که به محور اختلاف پتانسیل نزدیکتر باشه، اون از مقاومت بیشتری برخورداره. خب الان نگاه کنید، آ به وی نزدیکتر بود، پس قطعا مقاومت بیشتری داره. پس آر آ بزرگتر از آر بی هستش. به عنوان نکته این رو به خاطر میسپاریم. هر رسانه‌ای که نمودار آن به محور اختلاف پتانسیل نزدیک‌تر باشد، مقاومت بیشتری دارد. بچه‌ها تو امتحانی رو حالا باید بنویسید، ولی میتونه کمکتون بکنه تو بعضی از مسائلی که از قبل تشخیص بدید کدوم بزرگتر کدوم کوچکتر هست. اجازه بدید یه سوال امتحانی دیگه هم حل کنم براتون. مثال: در شکل مقابل مقاومت رسانه‌ای آ چند برابر مقاومت رسانه‌ای بی است؟ خب شکل رو به من داده، من شکل رو میارم، زاویه ها رو به من مشخص کرده، یکی 45 درجه یکی 60 درجه. من میدونم تانژانت یعنی شیب خط یک بر روی آر هست. پس من اگر نسبت این دوتا رو میخوام به دست بیارم، میدونم تانژانت با آر رابطه عکس داره. پس آر آ به آر بی رو اگه بخوای حساب کنی، باید بنویسی تانژانت بی به تانژانت آ. برعکس باید بنویسی. یعنی چی؟ یعنی آر آ به آر بی مساوی است با تانژانت آلفای بی به تانژانت آلفای آ. شما بگید آلفای بی 60 درجه است، آلفای آ 45 درجه است، تانژانت 60 رادیکال 3، تانژانت 45 هم برابر با 1. پس جواب آخری که بر ما به دست میاد میشه رادیکال 3. سوال امتحان نهایی بوده، 75 صد من براش در نظر گرفته بودم. به نظر من این سوالات چون روش حلشون به صورت مفهومی هست، بهتره که دانش آموز اینا رو تمرین کنه. جالب اینجاست که تو تست کنکور سراسری هم میتونید ازش استفاده کنید. سوال بعدی: مثال در شکل مقابل آر بی به آر آ چقدر است؟ خب ببینید بچه ها، الان یه سوال عددی میخوام براتون حل کنم از رو همین نمودارا. من از شما یه سوال میپرسم، دقت کنید.
وقتی صورت سوال میگه آره بی چند برابر آره آ هست، مگه آره آ به محور اختلاف پتانسیل نزدیکتر نیست؟ پس قبلش میتونی تشخیص بدی که مقاومت آ از بی بیشتره، پس این نسبت باید یه عدد کوچکتر از یک به دست بیاد، چون صورت کسر از مخرج کمتر هست. خب حالا برای حلش میتونم از قانون اوم استفاده کنم. توی قانون اوم آر به آر میخوام بنویسم، میشه وی آیوم دیگه. نه، تو این شکل نگاه کن، به ازای اعدادی که به من داده، اگر جریان عبوری از هر دو مقاومت رو 2 آمپر در نظر بگیرم، اختلاف پتانسیل یکیشون 10، اختلاف پتانسیل دومی هم 20. پس من آیا رو میتونم خط بزنم. اون چیزی که باقی میمونه وی بی به وی آ، وی بی که مشخصه 10 هست، وی آ هم که 20 هست. اگه نسبت اینها رو ساده کنیم، اون چیزی که به دست میاد برابر با 1/2 خواهد شد. اینم یکی دیگه از سوالات امتحان نهایی بوده که به صورت عددی مطرح شده. البته سوال بسیار ساده هستن.